هر ساله با نزدیک شدن به ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، دستهای پنهان و فکرهای شیطانی یکی شده و قصد تشکیک در اعتقادات خالص و ناب دلباختگان اهل بیت علیهم السلام را دارند. آنان از عدم تخصص و اطلاعات اندک مردم استفاده بهینه برده و با اشکالاتی که عمدتاً با اندک تأمل جواب داده می شوند، قصد سرد کردن حرارتی را دارند که در قلوب مؤمنین موجود است و هیچگاه خاموش نخواهد شد. تیری در تاریکی. شبهه‌ای که هر ساله مطرح می شود و البته بارها و بارها جواب داده شده است، شبهه حضور دو سرور جوانان بهشت در قتل عام ایرانیان در تبرستان در سال 30 هجری که پس از اماننامه توسط فرمانده لشکر مسلمانان به وقوع پیوست، دلهای عزاداران را آزرده می نماید. برای تنویر و روشنایی افکار عمومی بران شدیم تا در قالب کلیپ تصویری جواب این مهملات را بدهیم. در ابتدا باید بدانیم که در هیچ منبع و مصدر روایی و تاریخی معتبر شیعی روایتی که دلالت بر حضور اهل بیت علیهم السلام در فتوحات خلفا داشته باشد وجود ندارد. علاوه بر آن، اکثر منابع دست اول و بزرگترین مورخان جهان اسلام چون ابن قتیبه، مقدسی و غیره که از فتوحات سخن گفتند، فتح تبرستان را با صلح و بدون جنگ و خون ریزی دانستند. عمده دلیل و مدرک مورد استشهاد شبه افکنان روایتی می باشد که در تاریخ تبری ذکر شده است. این کتاب در واقع مأخذ عمده تمام کسانی است که بعد از تبری به تألیف تاریخ اسلام اهتمام ورزیدند و می توان ادعا نمود کتاب‌های تاریخی که به این واقعه اشاره نمودند از کتاب تاریخ تبری بهره گرفتند. اما این نقل تاریخی کتاب تبری دارای اشکالاتی است که باید با دقت بررسی شود. کسانی که کمترین برخورد با متون تاریخی و روایی را دارند هم می‌دانند که اولین قدم پس از دیدن روایت بررسی سند و تشخیص وثاقت راویان آن می‌باشد. به ویژه در مسائل اعتقادی و تاریخی مانند این مسئله که با اثبات آن مسائل بسیار مهمی ثابت می شود، باید دقت عمل بیشتری به خرج داد. طبق سند روایت، عمر ابن شبه از علی ابن مجاهد ابن مسلم نقل می کند. عمر ابن شبه از علمای مرتبط با بنی عباس بوده است و در سامرا میزیست. اما علی ابن مجاهد ابن مسلم کیست؟ خطیب بغدادی میگوید علی ابن مجاهد حدیث جعل میکرد. او کتاب المغازی را نوشت و برای سخنان خود سندهایی را جعل میکرد. در تهذیب الکمال میخوانیم که علی ابن مجاهد شخص دروغگو و جعل کننده حدیث است. همچنین در الجرح و التعدیل نوشته ابو حاتم رازی هم به صراحت آمده است که علی ابن مجاهد فردی دروغگو می باشد. پس می بینیم که برخی از راویان این روایت جزو جعل کنندگان روایات، دروغگویان و از درباریان بنی امیه و بنی عباس بودند. بنابراین سند این روایت بر اساس قول خود اهل تسنن هم ضعیف می باشد. وی این روایت تاریخی را ابتدا با سند عمر ابن شبه، علی ابن محمد، علی ابن مجاهد، هنش ابن مالک نقل می کند که سال 30 هجری سعید ابن عاص از کوفه برای جنگ خراسان خارج شد، در حالی که امام حسن و امام حسین علیهم السلام و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عمرو ابن عاص و عبدالله ابن زبیر همراه او بودند.
اما چند خط بعد دوباره همان سند با همان مطلب و همراهی همان افراد با او می آید، ولی این بار نام دو امام علیهم السلام اصلا ذکر نشده است. پس یک روایت است، اما کدام نقل درست است؟ گویا کسی که در نقل اولی نام این دو امام را اضافه کرده است فراموش کرده که در چند خط بعد دوباره این روایت تکرار می شود و باید آنجا هم این دو نام را تکرار کند. بلازری در فتوح البلدان نیز همان خبر طبری را آورده که البته به شکل بسیار جالب نقل تاریخ شده است. او در ابتدای بیان این بخش از تاریخ نوشته است: گفته‌اند. همچنین او هنگامی که می‌خواهد مسئله حضور امام حسن و امام حسین علیهم السلام در این نبرد را مطرح کند، از فعل یقال یا همان گفته می‌شود که مجهول است استفاده می‌کند. یعنی گوینده این سخن مشخص نیست و معلوم نیست که چه کسی گفته است سبتین پیامبر علیهم السلام در این نبرد حضور داشتند. این گونه الفاظ برای بیان یک تاریخ محکم و مستند نمیتواند مناسب باشد و میبینیم که نویسنده در بیان این قسمت از تاریخ با چه شک و ابهامی تاریخ نگاری کرده است. نکته قابل توجه این که حتی اگر روایات را با تمام اشکالاتش بپذیریم، تنها مطلبی که این روایت میتواند ثابت کند همراهی حضرات با سعید ابن عاص در خروج به سمت خراسان است و لا غیر. باید توجه داشت که تمام این حرف و حدیث ها در عصر عثمان ابن عفان اتفاق افتاده است، عصری که امیر مؤمنان علی علیه السلام در امر فتوحات حتی در حد مشاوره حاضر به همکاری با عثمان نبود، چه رسد به اعزام فرزندانش به نبرد. اصلاً چگونه ممکن است امیر مؤمنان علی علیه السلام که در عصر خلافت خیش حسنین علیه السلام را از شرکت در معرکه صفین باز می داشتند تا مبادا با شهادت آن دو نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله قطع شود، حاضر شده باشند پیشوایان آینده جامعه اسلامی را تحت فرمان زمامداران مورد انتقادش به جبهه جنگ فقط به منظور کشورگشایی و جمع خراج بفرستند؟ از تمام این مطالب هم که بگذریم و چشم بپوشیم، چگونه باور کنیم اهل بیت پیامبری که می‌فرماید آن کس که وفای به عهد و پیمان نکند دین ندارد، و فرزندان امیری که می‌گوید کسی که عهد و پیمان خود را رعایت نکرد به خدای سبحان یقین نیاورده است، از سر مکر و حیله ابتدا امان داده و سپس پیمان خود را زیر پای گذاشته و آنها را به قتل رسانده باشند؟ چگونه باور کنیم فرزندان شخصی که برای کشیده شدن خلخال از پای یک زن یهودی می‌فرماید جای دارد که انسان از این قصه بمیرد، این گونه مرتکب جنایت بشوند؟ این داستان کجا و سیره اهل بیت علیهم السلام در جنگ ها کجا؟ مگر در جنگ صفین سپاه امیر مؤمنان بر نهر آب مسلط نشد و به سپاه شام آب نداد؟ آیا نخوانده ایم که سید الشهدا سپاه تشنه هر را سیراب نمودند؟ اما این سوال پیش می آید که هدف از جعل این مطلب تاریخی چه می تواند باشد؟ انگیزه های بسیاری وجود دارد تا حکومت های ظالم دست به چنین تحریف تاریخی بزنند. ممکن است این تحریف در زمان بنی امیه صورت گرفته باشد و آنان با وارد کردن نام سروران جوانان بهشت قصد شرعیت بخشیدن به جنایات خیش را داشته، و یا اینکه با اعمال این گونه جنایات سعی در بدنامی اسلام داشتند، همان گونه که در زمان حاضر گروهک های تکفیری و جنایتکار به وسیله کشتار مردم میکوشند تا اسلام را بد جلوه داده و جهانیان را از دین اسلام منزجر کنند.
و یا ممکن است این تحریف در زمان بنی عباس رخ داده باشد تا چهره معصوم و مظلوم اهل بیت پیامبر علیهم السلام را نزد جامعه اسلامی تخریب نمایند، و شاید علت آن این باشد از آنجا که ایرانیان در اواخر دوره امویان به ائمه شیعه علاقه و ارادت خاصی پیدا کرده بودند و طبرستان که روزی مرکز مخالفت با اعراب بود به یک پایگاه شیعی تبدیل شده بود، آنان برای دور کردن مردم از ائمه شیعه با این حربه که آنها در جنگ با شما شرکت داشتند دست به تحریف چنین احادیثی زدند. در پایان از شما سوال می‌کنیم، آیا با وجود تنها دو روایت مجهول الراوی و متضاد و پیش زمینه جعل مسئله حضور امام حسن و امام حسین علیهم السلام می توان چنین جنایتی را به اهل بیت پیامبر نسبت داد؟ قضاوت با شما.